سلام دوستان، خسته نباشید. خب این قرار بود یه پادکستی باشه، ولی خب به دلیل درخواست زیاد دوستان تبدیل شد به ویدیوکست و یه مواردی اشاره شده بود که اصلاح شد و ویدیوهای قبلی پاک شده و این اصلاح شده سوال جوابات به کامنت های دوستای عزیزه. با ما همراه باشین در ادامه. عشق. سلام به همگی، خیلی خوش اومدید به این قسمت پرشین رپ ریاکشن. امروز یه تفاوتی داره، اینی که پنگولو اینجا داریم. اگه تو کاد باشه پنگول عموه، پنگول عمو میای بیا بالا بچا ببینن. پنگولو اینجا داریم و این قسمت این پادکست. پنگول عموه، پنگول اونوری کن بچا ببینن. رفت پنگول میره میره نمیمونه. خب پنگول برعکس اسمش زیاد ناز نیست. آره پنگول خنگول شنگول همه چی بشه. خب خیلی خوب دوستان، امروز با یه پادکست اومدیم در خدمتتون. یه کار متفاوت، کارهای متفاوت دیگه ای در راهه. واو سچه واو. خب بریم دیگه. خب آره امروز می‌خواستیم، تا وقت نداریم، چون زیاد آره. وقت نداریم، تا وقت تلف نشده زودتر بریم. قرار بود که کامنت ها رو بخونیم و کرونا ندارم آقا این. آره جدیدن با توضیح بده هر کار می‌کنی. کامنت ها رو بخونیم و جوابهایی بهشون داشته باشیم. یه پست گذاشتیم تو اینستاگرام که مبنی بر حد فاصلی که شما جواب بدی من کامنت ها رو میخونم بفهم کنم. اوکی؟ که تو پست هر سوالی شدش. خب سوال اول از اخوان تنهایی. خب سلام، چرا تفسیر نمیذارید؟ شما تا حالا خیلی از موزیکا رو گوش دادین، خب یه تحلیل و تفسیر بذارید. مهم نیست گوش دادین، شاید نکته‌ای باشه که کسی متوجهش نشده. و اینکه مثلا اگه دیسترکه کجاش دیست به کی بوده و اینجور چیزا. به نظر خودم، حالا جوابتون نمیدونم، به نظر خودم بچه ها پیج تحلیل و تفسیر رپ زیاد هستش و ما اومدیم ریاکشن رپ رو استارت زدیم، چیزی که نبوده تو رپ ایران و همین بحث. چون اون هست، تحلیل و تفسیر زیاد هست. خب موجر گفته که آلبوم اشتباه خوب بهرام رو ریاکت کنید اگه زحمتی نیست و اینکه یه ذره زود ترک‌های جدید رو ریاکت کنید. دمتون گرم. قلب صورتی هم گذاشته. دوستان من یه توضیح بدم، واقعا ما شاغلیم و واسه همین یه خورده حالا دیر میشه. من از همه بچه ها عذرخواهی میکنم و سعی میکنیم به زودی مشکل رو حل کنیم. خب میگه از صادق بیشتر ریاکت بدین. آقای امیر رضا کل KL. یه چیز بگم، من چند بار گفته بودم حالا درخواست موزیک ندین. آره. بیشتر سوال جواب کنیم، حالا درخواست موزیکا رو بعدا میخونیم با هم. چشم نمیخونم. ها بهتر نیست؟ آره. خب داداش چرا وسط ریاکشن انقدر حرف میزنید و نکته ها رو نمیگیرید و آهنگ میره جلو و شما متوجه نمیشید؟ بیشتر پاس کنید. farzad.h و بیشتر پاس کنید. چشم. جواب آقا یه ریاکت رو آهنگ آهن بامداد. آره یک هفته از خودم رو کشتم نمیرین. آهن بامداد خود توضیح میدی؟ بخون اسمشو، من نخورده فینگلیش خوندنم ضعیفه. کدومه؟ خب آهن بامداد بهتر. آهن بامداد ما اتفاقا فکر میکنم یک دو هفته پیش بود، ریاکشنش رو رفتیم وسط های موزیک به این نتیجه رسیدیم که فوق العاده ترک سنگین و سیاسی بود، چون میدونید که سیاسی هم توی تکاری ما نیست و انجام نمیدیم. مسلما آهن بامداد آره سیاسیه و همچنین چرا مشابه اینجور... که سیاسیه. بذارید همین الان بگم چون میدونم تو کامنت ها هست. مثل یه سری از کارهای پوریا پوتک، تبر شاهین، تبر میتیکومان، میتیکومان پوریا پوتک. پوریا پوتک اینا چون سیاسی هن فعلا نمید. بترن استرانگ برد. آره. یه بی هم داره آخرش، یه بی هم داره. روحام عزیزم به زور خوند حالا. آره چون یک سر از خط فاصله چیز. چرا آقای ابوالفضل فرح آندرلاین آفیشیال آره آفیشیال میگه شما چرا این همه ریاکشن رفتین هیچ کدوم از آهنگای پیشرو نیست؟ اگه میشه از پیشرو هم ریاکت بدین. چرا آهنگ پیشرو هست؟ یه ترک پیشرو هست، یه ترک هم یک شنبه با عرفان داره میده دوباره، اونم میریم زود زود. آهنگ قدیمیشو من خودم فن پیشرو هم، آهنگ قدیمیشو هم شنیدیم. خوب آره اون قدیمی رو شنیدیم، باید کار جدید بدم. مثلا سورنا هم خیلی تو کامنت هست. سورنا خیلی تو کامنت. بچا سورنا واقعا عشقمونه جفتمون، ولی دنبال در به در دنبال تگیم که گوش نداده باشیم و همه رو گوش دادیم متاسفانه. پیدا کردیم چشم. یا آهنگ جدید داد چشم. گفتن که آهنگ قدیمی هم ریاکشن برید. چشم تو پروژه‌مون.
هست. خب بچه دیگه چه خبر؟ تا سهراب جان پیدا کنه کامنتو آمیه، یه لینکی چیزی بذارید رپرها کاراشون رو بفرستن اگه خواستید ریاکشن کنید. از مستعدا حمایت نمیشه اصلا، با اینکه نسبتا مخاطب بالایی دارید. والا پیج ما تازه تأسیسه، الان برای حمایت الان بله خودمون حمایت نیازیم، باید آره. پیج رو بکشیم بالا و با حمایت این... برای زمانی که آدم به یک ریشه ای داشته باشه. آفره. ما خودمون هنوز کامل نیومدیم توی کار. آره اینا باید در ما خودمون الان داره. چی میگن استارتاپ بهش میگن چی؟ آره. توی مایه هاییم. خب یه سوال، چرا اول ویدیو اینو سپر آندرلاین جلیلی 6، یه سوال، چرا اول ویدیو که سهراب خوشو بش میکنه اینقدر روحان مظلومه؟ آقا جواب بده. من میگم مظلومه، حالت مظلوم نمایی. ای گول ظاهر من یه نفر خوردی، گول ظاهر ندارم، تموم شد. یکم صدای آهنگ کمه نسبت به صدای خودتون، اول که میکروفون عقب‌تر بود بهتر بود. الان با هندزفری میبینم صدا رو زیاد میکنم، صدای آهنگو بشنوم. وقتی استوب میزنید برای توضیح دوباره صدای گوشی رو کم میکنم. خودتون با هندزفری ببینید یه بارو. چش صدا رو حالا. مرسی از انتقادت. بدترین ریاکشنی رفتیم با بهترین ریاکشنی که رفتیم. بدترین ریاکشنی که رفتیم شاید من بگم ریاکشنای اولمون تازه شروع کرده بود. بهترین ریاکشنی که من خودم واقعا دوستش دارم به نظر من، سورا تو هم باید بگی ها، اینو دوست داشتم سوالشو. کی پرسید؟ ببخشید گم کردی؟ نمیخواد امضا.او. بهترین هم به نظر من ترک خطای نوید صدر، واقعا ریاکشنش شوکه کرد، ما نشون سر صندلی می نظرت؟ من بهترینش نوید عزیز بود، بدترینش آخه بدترین ها رو نمیذاری معمولا تو پیج اصلا نمیاد. آره بدترین ها یه سری ریاکشن ها ضبط میشه به خاطر اینکه به مخاطبای طرف بر نخوره و خیلی داستان های دیگه اصلا ریاکشنش آپلود نمیشه، چون سعی میکنم چرا وقت خودمون رو گرفتیم وقت شما هم بگیریم، بعداش که اصلا پخش نمیشه. ولی خب اوایل یه خورده حالا واسه شروع جالب بود. آره نیم ساعت هم توضیح بود. چرا تو بعضی از ویدیوهاتون اینو فولکانسیس اسم، چرا تو بعضی از ویدیوهاتون به پاپخونا توهین میکنید؟ من تازه با رپ آشنا شدم و خیلی هم خوشم میاد ازش و از اون برم تا جایی که یادمه پاپ خارجی گوش میدم. پاپ خارجی مثلا فکر کنم اگه اشتباه نکنم عدل و اینا میشه، درسته؟ خودم شب و روز داشتم عدل گوش میدم. من یادم نمیاد به پاپ توهین کرده باشیم، ولی واقعا تا وقتی از یک طرف توهینی نشه به اون طرف توهینی نمیکنه کسی، و واقعا ما عاشق رپیم و اگه احساس خطر کنیم واقعا نمیبینیم طرف چه سبکیه. خب رسیدگی میکنیم به این قضیه، وگرنه تمام سبکا قشنگی خودشونو دارن. حالا من جاز گوش نمیدم، راک گوش نمیدم، متال هوی متال گوش نمیدم، مثال بر این چیز نیستش که بد باشن، نه همه سبکا قشنگی خودشون. ناصر.underline3 گفته که دمتون گرم، من به خاطر اینکه ویدیوهاتون رو ببینم نت نامحدود شبانه گرفتم، و در ادامه گفته که خیلی باحال بوده، دمت گرم واقعا. ما یه قرارداد باسه چیز درست اسم پیجتون ریاکت هست، ولی بعضی ترک ها واقعا خیلی نابه، اگه میتونید ریویو بگیرید و نکته هاشو بگید. ما یه برنامه داریم در آینده، نمیگیم. دمت گرم که متوجه شدی ریویو چیه ریاکت چیه. ریویو رو من اسم میگم بعضی از همکارا چون گذاشتن. آره. ولی ما یه حرکت جدیدی داریم، به زودی سورپرایز خواهید شد، ولی مشغله کاری چشم جوری، یعنی این پیج تا الان ریاکشن بوده، نمیگم از قالب ریاکشن در میاد، ولی یه دست نمیره جلو از این به بعد. 3-4 تا برنامه کاری خفن داریم، واقعا قول میدم سورپرایز شین. من به شخص قول میدم از طرف سورا و مال سرش بنده خدا حواسش، من خیلی سرمگرمه، ولی آره. قول میدیم که سورپرایز شین. خب یه دونه هست دیگه شخصیه خود سوالش، چند سالتونه و از کی تو کار رپ هستید؟
میخوای اینو بگی یا نمیخوای بگی؟ سن و عرضم به حضورتون که 70 هستیم و 70 دی تو 79 میشه 70 نه؟ نه ببین 70 به پایین یعنی آره یعنی آخر اون اوایل 70 اوایل 70 اینجوری نریم بالا 70 هستیم چون دیده بودم همه جایی میگفتن 77 78 نه 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 خیلی بیشتر اوایل 70 باید حساب کنیم بعد دقیقش هم نمیگیم خوب. یه چیز دیگه هم میخواستم بگم یادم رفت بچه ها هشتگ ده هفتادی ها هشتگ ده هفتادی خب و من چقدر هشتگ میگم آره اینقدر هشتگ نگم آره هشت ده هفتادی ها هشتگ ده هفتادی و یه موضوع دیگه ده سال فکر کنم 11 سال آره 11 ساله تو رپیم و حالا اول به واسه دل خودمون کار میکردیم جان 88 خب 88 ما تازه شعر نوشتن و اینا رو شروع کردیم آره بخوای از اون موقع حساب کنیم آره با همون میشه 11 سال تقریبا آره خیلی خب یه دوست و... 5 تا کامنت یه چیز دیگه هم بگم بفهمید بفهم ببخش شک و شبهه در این باره شبهه آره. و تقریبا فکر کنم 7 8 سال استودیو داریم آره درست گفتم یا تاریخش اشتباه گفتم چون من خیلی حساسم اصلا نمیخوام اغراق کنم 7 سال بچه‌ها پشت سر میگم 7 سال 7 سال هم از استودیو داریم و بچه‌ها واسه ضبط میان پیش ما آقا یه بنده خدای 4-5 تا گذاشته 5 تا من میخوام بخونم بخون داشت سر تا پا گوش مظفری دات عمران گفته که سلام و احترام آفرین که به نقداتون جواب میدید یک اگر ریاکشن هستی چرا اینقدر نقد و بررسی میکنید با توجه به اینکه نقد و بررسی شما جذاب‌تر لطف داری واقعا و ریاکشن خالی من خودم با ریاکشن با کی آشنا شده بودم نو لایف شک با ریاکشن آشنا شدم ریاکشن آمریکا و نو لایف شک میومد توضیح میداد درباره داستان ها جان کامنت خوندی سوال دوش خیلی با خب پس بذار من اینو بگم میریم سرمون سریع تر بگم بچه من با نو لایف شک آشنا شدم با ریاکشن و با کریپتو یوتیوبرهای عزیز دیگه کریپت بعد عرضم به حضورتون که اونا وسط هر پازی که میزدن ریاکشن خب من فقط تعجب کنم این چیزا شاید جالب نباشه یه توضیحاتی هم درباره اون چیزی که من گرفتم میدم چون خیلی کامنت داشتیم که طرف میگفت من خارج از ایران دارم زندگی میکنم واقعا سورپرایز میشم چون فارسی یادم رفته یه سری هم میگفتم با این بالا یه سری نکته ها ما متوجه نمیشیم شما آره. توضیح میدیم ما متوجه میشیم بخاطر این یه خورده سوال دور آجی من استرس گرفتم چیه؟ میگه سهراب بسیار جذابتره میدونم خیلی ها بهم گفتن که من از گلزارم جذابترم ولی خب میشه من کامنتو ببینم؟ ببینم نه شوخی میکنم نه واقعا نوشته نه واقعا نمینه اما روحام زیاد نصیحت میکنه 109 بار هم تا حالا گفته دو آتیشه نباشید چشم آقا دو آتیشه باشید خیلی به من این نقد میشه من انتقاد پذیرم دو آتیشه باشید آقایون دمای محیط فعالیتتون رو کنترل کنید که نیاز نباشه انقدر سر صورتتون رو پاک کنید چشم صدای بخشتون خیلی بسیار پایین تر از صدای خودتونه یه بنده خدا یه کامنت قدیمی هم من بخونم بفرمایید حفظم البته نمیخوام بخونم آقا اینا بچه پول دارن بچه ماین اصلا اومدن کلیپ بذارن دیدشن آجی کولر دمای محیط کولر نداره تو اتاق اون کی بچه ماین هست اوکی اوکی خیلی خوب برو بریم اون پنگولو میشه بگیرین از زیر دوربین و اما این که نکته مثبت شما این که اصلا فیلم بازی نمی کنید مرسی که نکته مثبت هم گفتی داداش دیگه داشتم دپرس می‌شدم بازی نمی کنید و لهجتون مال خودتونه و بسیار دلنشینه و این فوق العاده است بچه‌ها مرسی در آخر هم گفته به امید پیروزی شما بچه‌های ناب و اسپانسر هم خواستیم من هستم عشقین آقا اینو داشتش بذار تو جنرال ای مظفری عمران جون میذارم تو جنرال آره ریپلای کن شماره کارت بزنید شوخی میکنی شاهین بیشتر ریاکت برید مطلبی داری؟ شاهین بچه ها تصویریه اگه واقعا ما رو دوست دارین جون ما هم براتون مهم باشه شاهین حد و مرز نر خودمون گوش میدیم ولی ریاکشنش سخت قبول کنین یه خورده خیلی سیاسیه حتی دینی
خب خیلی گفتم یه خورده خیلی دیگه. بچه از اتاق فرما شاکی شده. سانگز رپس چند تا کامنته؟ 400-500 تا. آقا من نمیتونم همشو بخونم. بچه‌ها من عذرخواهی میکنم ولی برو کلیدی ها رو بخون. آفرین برو. برو که تا... یه توش میخوندی که رفتی؟ گفتی برو رفت. نه دیگه از همه چی حالا نه. خب تموم شو. از بعضی از رپرها ریاکشن نمیرین، دلیلش رو نمیدونم. واقعا شاید خودتون حال نمیکنید باهاشون ولی دمتون گرم خیلی. نمیدونم. نگفت کیا؟ نه. گفت خیلی ازم. بچه‌ها هر روز سعی میکنیم پستمونو بذاریم و واقعا حجم کار زیاده. کجای رپ فارسی رو میخوایم بگیرین که اونورش در نره؟ یه سری میگن اندرگراندیم، یه سری میگن مینستریمیم، در حالی که نه ایران اندرگراند داره نه مینستریم. من اینو واقعا دارم میگم اینجا. مینستریم نداریم. چرا؟ چون تو رادیوامون پلی نمیشه، تو تلویزیونمون پلی نمیشه. مینستریمی وجود نداره. چون مینستریمی وجود نداره همه اندرگراندن. حالا یه سری میگن ما اندرگراند تریم و واقعا این خانواده رپ فارس خیلی بزرگه بچه، خیلی بزرگه. ما تو شهر خودمون چند تا رپر داریم؟ آسا، آسای شهرمونو دارم میگم، 14-15 تا رپر آس داریم. هر کدومو ما اینجا ریاکشن بریم شاید شما تعجب کنین که طرف با این همه تکنیک چرا شنیده نشدم هنوز. یه بنده خدا یه متن بلندی گذاشته. تمام شد متن؟ آره. ببخشید آقا، من منتظر تو بودم. مول اندرلاین ای دبلیو. مطمئن هستم که کامنت هایی که به ضررتون هست رو جواب نخواهید داد. جواب دادیم که به نظرم شاید کار حرفه‌ای هم باشه ولی شما به هیچ وجه اطلاعات کافی درباره رپ ندارید، حتی اسم خیلی از آهنگسازهای قوی رو نشنیدید. شما ریاکشنی که از یکی از آلبوم های بهرام گذاشتید، یکی از بهترین ترک های رپ فارس، یکی از بهترین ترک های آلبومش، حتی اونم نشنیدید. ای کاش یکم اطلاعاتتون رو بالا ببرید به جای اینکه درخواست کنید توی کامنت براتون توضیح بدن. ما باید از رسانه یاد بگیریم نه رسانه از ما. خب من میتونم اینجا در جواب بگم که عزیز دل، هیچ کسی یا هیچ چیزی کامل نیست. آفرین. مثلا یه وقتایی یه آهنگسازی از یه فیلمی، مثلا از آلپاچینو مال سال 1972 یه چیزی آورده تو کارش، یه دینگیه، بعد نمیشه واقعا انتظارش اون دینگه رو بدونی مال چیه. و واقعا تو کامنت ها کمک خواستم به خاطر اینه که شاید خیلی ها خیلی طرفدار و خیلی دنبال کننده اون رپر یا اون ترک باشن واسه این. یه سالی هست من و درباره حرفمون هم گفتیم 7 ساله داریم رپ ضبط میکنیم ولی واقعا انقدر غرق تو خود رپیم که شنونده رپ نبودیم. نه من به جرئت میتونم بگم ما شنونده رپی که بقیه گوش میدادن نبودیم، چون میگم مستعدا زیادم، ما خودمون براشون ضبط میکنیم. خب آقای نه رپ... که کامل گوش نکرده باشی ما گوش میکنیم. من میدونم یه حاشیه میشه باز برام رپر اندرلاین هشت. نه ببین آدم گوش میکنه آهنگایی که مثلا خیلی تاپ شده، خیلی صحبتش شده، مثلا پیشرو، سورنا، بهرام، اینا همه رو گوش میگیرن. سلام خسته نباشید، یه نکته آقای رپر اندرلاین هشت. سلام خسته نباشید، یه نکته ای که اون روز تو برنامه‌ای که راجع به صدا و سیما بود یه چیزی رو اشتباه گفتین. تو کلیپ طرف گفت صدا و سیما واسه دیده شدن از طریق رپ تبلیغ میکنه، بعد سهراب گفت یاس. خواستم بگم که یاس هیچ وقت طرف ارشاد نرفته و هیچ وقت سه تا ترک رو به سه هم طرف صدا سیما نرفته. دو تا سینمایی بوده، یکی هم نمایش تا فیلم که نمایش خانگی تا فیلم. کی گفتی من نشیدم؟ نه اون لحظه چرا گفتش که صدا سیما استفاده میکنه از رپرها. من اون لحظه گفتم که جفتشون استفاده میکنن از هم. ببین یک حاشیه فوق العاده بزرگی همین صفت سر ترک من دیوونه نیستم به خاطر فیلم من دیوونه نیستم خیلی اومد بالا. یاس به خاطر فیلم بارکد خیلی بعد از اون اومد بالا و همونطور اون فیلم ها فروختن. بارکد ترکوند. بارکد با اسم یاس من اومد دیوونه بالا. نیستم ترکوند. جفتشون اینا به خاطر دامنزنی که کردن به حاشیه دو طرف وین وین بوده، یه اصطلاحی از دو طرف بردن توی این حاشیه. ولی واقعا نمیتونیم بگیم مثلا طرفدار رپ فارسیم و وقتی فیلم بارکد آهنگ یاس عزیز نرفتش ما دلمون نشکست. واقعا خیلی ناراحت شدم یادمه.
آهنگ بارکد رو برداشتن تر که یاس و از روش. تازه داشتیم خوشحال میشدیم که رپ رو دارن جا میدن و عادت کردیم با این قضیه. سلام و درود آقای میسم مقدم. سلام و درود، مصاحبه با رپرها بذارید، حالا میتونه آنلاین و لایو باشه یا میتونه حضوری. آنلاین بچه ها جز اون پلنه خفنی که گفتم در پیش داریم هست. بگم دیگه همه چیو گفتیم، آتیش زدیم با تو این پادکست، آتیش زدیم به مالمون قشنگ. میگه سلام، به نظرتون بعد از جدایی شایه و جعفری امکان فیت حسین و شایه هست؟ مهدی چی بخش بگو. میگه که سلام، به نظرتون بعد از جدایی شایه و جعفری امکان فیت حسین و شایه هست؟ آقای مهدی قلهی، من میگم کم احتمالش، چون حسین یه انتقادایی بهش کرد تو به شایه و شاید تو لایو آخرش دقایق اولش یه جوابی داد بهش. یه سوال چالشی داشتیم کمر شکن. بگو. شنیدم که گفتین دارین تو عرصه رپ و موسیقی هم کار میکنید، به نظر خودتون اوج جایی که تو این عرصه میتونید برسید کجاست؟ رپ فارس و موزیک ایران یک مافیای بسیار گنده داره و میشه گفت ما نه ولی اکثرا میشه گفت هیچ جا. یه نفر بعد مینوشته شیت شیت بچه ها شیت. یه پسره به من پیام داده بود گفت رام عاشق ریاکشناتونم، مخصوصا اونجایی که تو یهو تعجب میکنی شیت. اینم به عشق خودتون. داشتم میگفتم یه حالت مافیایی داره و میشه گفت نمیشه به جایی رسید جز با فیتای بزرگ که هزینه های سرسام‌آور و تبلیغای خفن که هزینه های خیلی سرسام‌آورتری، مثل مثلا رادیو جوان یه 15 تومن بدی، 15 میلیون بدی برای رادیو جوان رپ فارسی ان تومن و بچه فقط چایی نمیخورن اون پشت و قلیم. آره راحت ما اینجا دلمون واقعا. خیلی خب، یه دونه کامنت دیگه میخونم. کمر در فینگلیش هم هست، سخته ولی میخونم. یه دونه فقط؟ نه منم بعد بریم. آره بریم، کامنت بلنده ای. آه بریم. سروش میشه تایم به من بگین؟ سروش حق شناس. خب بگو. میگه که میشه رپرهای مورد علاقتون رو بگید؟ میخواستم دوباره تشکر کنم ازتون، چون من رپ ایرانی رو از آلبوم مجاز با شما شروع کردم. عشقی اون فکر کنم هم میشختی؟ نه من این کامنت رو ولی خونده بودم شروع کردم و چون ایران زندگی نکردم خیلی چیزها رو نمیفهمم. مرسی که اون بنده خدا 30-40 سالش بود معنی میکنی و به کامنت ها تو یوتیوب جواب میدین. بچه ها چی گفت؟ سوال برسیده بود؟ یا خواننده رپر مورد علاقه مون، من بخوام بگم نوید صدر عزیز، رضا پیشرو عزیز. بچه ها کسی از قلم افتاد ناراحت نشین، ما هر کسی علاقه خودشو داره. رضا پیشرو عزیز، علی سورنای عزیز، صادق عزیز، هیچکس عزیز، بهرام عزیز، داره میره بالا. خب سریعتر چشم الان چشم الان سریعتر. یه مسئله دیگه این اونم هست، آره هست داخل کامنت ها هست و این مسئله جنجالیه که من براتون یه برنامه پروژه آماده کردم. لطفا چشم میریم. یه نفر گفتی که میخوای تیم مورد علاقت رو بگی و تو خارجی ها امینم، هابسن، جوینر، لوکاس تو نگفتی ولی خب بگو. من تو خارجی هابسن و رویس ده 59 هم من 50 سنت هم که کندی شد فعلا. هابسن. هابسن ایرانی؟ هابسین نه ایرانی به فارسی گفت. آجی رپر ایرانی میگم. رپر ایرانی شایه رو خیلی دوست دارم. او شایه من از قلم انداختم. شایه رو خیلی دوست دارم، مخصوصا الان که جعفری ازش جدا شده. من الان علاقمند شدم. من 4-5 صبح داشتم چرت میزدم، یعنی داشتم میخوابیدم. بلند شدیم اینجوری آره پاشدیم رقصیدیم 5 صبح اینجا، چون خیلی سیاست های مالی نادرستی در پیش گرفته بودن به نظر من. به خود جعفری انتقاد دارم واقعا. بگم اون قضیه تو رو؟ نه بلش اوکی بچه دیگه. آه
نه بذار بره تایمش بالا، اشکال نره، من کامنت ها رو باید جواب بدین. میگه شما که خودتون رسانه اید میدونید چرا تا به حال از پوتک نرفتین و هرچند به نظرم به خاطر علاقه سهراب به خلصه از پوتک ریاکت نمیدید. نه نه، سهراب اتفاقا خیلی پویا پوتک رو دوست داره. بذار بره دیگه، فد سره تایم به بالا. خیلی خوب حاجی، فقط اینو بگم که حرف نداری دیگه، تطلو دیگه از تطلو نرید، موقع حرفاتون استوب کنید. بچه ها سلیقه اونایی که میخواییم ما نریم و سعی کنید نبینیم، چون بی احترامی میشه به طرفدارای دیگه شون. واقعا از اون ور اونا میگن این ور رو نریم، شما میگین اون ور رو نریم و ما مجبوریم که فول آرشیف نگه داریم قضیه رو. و گفتم تا میتونین شیر کنید برسونید به دست همه. واقعا خیلی خوب تماش کنیم. آره بچه ها، این پایان تو پایان قسمت اول، قسمت اول از این پادکست بوده. پادکسته. در ادامه میشه قسمت دوم، همین ادامهش میدیم ولی قسمت دوم. دقیقا. پس فعلا خدا نگهدار. مرسی که با ما همراه بودید. مرسی که با ما همراه بودید تو این تایم زیاد. زیاد. اگه از یوتیوب باهمون آشنا شدید سر به اینستاگراممون بزنید، اگه از اینستاگرام باهمون آشنا شدید سر به یوتیوبمون بزنید. خیلی دوستتون داریم، جاتون اینجاست. فعلا.